درود به سرنوشت خوش آمدید. با گفته وزیر امور داخله 12 ولایت از 34 ولایت کشور تهدید درجه یک امنیتی دارد. 9 ولایت تهدید میانه و بقیه نورمال. در حالی که ما شاهد گسترش ناامنی ها به صورت بی سابقه اش از آغاز امسال هستیم، گزارش های از ظهور و سربازگیری داعش در کشور خبرساز شده است. در تازه ترین مورد، در پی درگیری ها میان طالبان و داعش در ولایت ننگرهار 7 طالب کشته و صدها خانواده بی جا شدند. ناامنی های اخیر بی سابقه است. ناامنی های شمال، ظهور داعش و مسئله پیچیده صلح و جنگ در کشور امروزه دغدغه هر شهروند این خطه شده است. واکاوی این موضوع با قایان محمد حسن شریفی بلخابی عضو مجلس نمایندگان و آقای علی اکبر جمشیدی سناتور پیشین. خیلی خوش آمدین به بحث. آقای بلخابی، با شما آغاز میکنیم. خب تصویرتان از وضع امنیتی کشور چگونه است؟ واقعا بد شده؟ تشکر. بر سلام به مزیر شما و جناب آقای جمشیدی و بینندگان تلویزیون شما. متاسفانه این عرض بکنیم به عنوان حقیقت تلخ که رهبران حکومت وحدت ملی در دوران کارزار انتخاباتی خیش وعده مهم و شعار اساسی که به مردم قول دادن بحث امنیت سازی بود و بحث امنیتی بود و بعد بحث اقتصادی بود و اینا، ولی نه تنها که وضعیت امنیتی ما بهبود نیافت، بلکه ناامنی توسعه پیدا کرد و افزایش یافت. چی شده که این همه توسعه یافت؟ متاسفانه در قسمت عوامل متعددی دخیل است. عامل درون کشوری داره، عامل منطقه‌ای داره و بعداً عامل فرامنطقه‌ای در اینجا دخیل است و سه تا فاکتور، یعنی درونی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، در اینجا اثر فوق‌العاده داره. یکی بحثی است که متاسفانه در این اواخر پاکستان یک مقداری روی افراطیت و تروریست‌ها شدید برخورد کرد و وزیرستان را تصفیه کرد به شکلی کسانی که سالها در اونجا بودند و از اونجا سازماندهی میکردند، اگر ازبک‌ها بودند، آیغورها بودند، کسای دیگه بود، چچنی بود و عربا بود، کسایی که بود، اونا ناگزیر از اونجا متواری شدند به سمت شرق و شمال شرق و شمال غربی کشور متواری شدند. این یک عامل است. عامل دوم بحثی وضعیت درونی و یک سال یا 8 ماه به تاخیر انداختن انتخابات و نتایج انتخابات و کشیدگی هایی که پیش آمد. آخر حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه سیاسی به وجود آمد و یک سر اشکالات هنوزم در درون حکومت وجود داره. اینا عاملی بود که باز به ناامنی و یا توسعه ناامنی کمک کرد. عامل دیگه حضور و ظهور و بروز داعش بود. یک سال قبل ما این هشدار داده بودیم به دولت که علائم و نشانهای پیداست که به این سمت و سو آمده داعش و در حال تبلیغ و آموزش و دعوتگری هست. اونا با ما میگفتن که نه، شما بزرگ نمایی میکنین، چیزی نیست، خبری نیست. ولی زا تا اینکه رسید به اینکه اینا امروز جبهه دارن، امروز منظم می جنگن، امروز سربازگیری دارن، خیلی جا سرباز گرفتن. این هم عامل دیگه است بر ناامنی و توسعه ناامنی در افغانستان. این سهمشان در ناامنی مثل طالب هاست یا چیزی کمتر از اون؟ خب دیگه میتونیم به عنوان، بله میتونیم به عنوان یک عامل اینا اینجا مطرح کنیم و دقیقا تر و پروژه ای که است که داعش، توسط داعش یا افراطیت آسیای میانه ناامن شود، تا چین آیغورا را فعال کردن در اواخر، آیغورای چینی را و بحثای قدرت های شرقی و غربی و بحثی قدرت های نوظهور شرقی مثل چین، هند و روسیه، اینا مباحثی هست که تاثیر داره در امنیت کشور، در امنیت منطقه و ما هم از این استثنا نیستیم. بحثی دیگه بحثی استخباراتی و بحثای چی هست در منطقه که یعنی به نحوی غیر مستقیم افغانستان میخوان که قدرت های منطقه تبدیل به یک صحنه نیابتی یا امو جنگ نیابتی بکنن. ولی زا شما میبینین هرچنگایی که پاکستان ازاراتی داره، اندوستان ازاراتی داره و همون رقم دیگه کشورها،
اینا دلایل مضاف بر این میخوام علت اصلی را مطرح بکنم که اینا یک چیزایی هست او هست که متاسفانه مدیریت حکومت وحدت ملی نمیدانم علت ضعف ازی در کجا بوده و اون چنانی که انتظار میرفت آرزوی مردم بود که در قسمت بخش امنیتی و اقتصادی اینا قدم های بسیار بالا و برجسته و عملی را بردارن، هم متاسفانه در قسمت اون وعده و وعید و قول و گپایی که به مردم داده بودن اینا عملی نکردن. اینا مجموعه عواملی است که امروز ما شاهد توسعه و افزایش ناامنی در سراسر کشور هستیم، مخصوصا در شمال و شمال شرق. شما امروز میبینید در بدخشان چی میگذره، در قندوز، در تخار، در جوزجان، فاریاب و مخصوصا در این اواخر در سریپول که وضعیت بسیار ناگوار است. در اونجا راه های مواصلاتی و ارتباطی مردم کل ولسوالی ها به مرکز قد است و فقط تنها مراکز ولسوالی و ولایت است، دیگه بقیش اصلا مقاومتی وجود نداره، یا جبهه نیست، یا اردوی نیست، یا پلیسی نیست، یا به شکلی خود به خود مناطق اعلام میشه و به دست مخالفین قرار میگیره. اینا همش با توجه به اظهارات وزیر داخله که 12 ولایت ناامنی درجه یک داره، 9 ولایت نرمال، فکر میکنین ای آماری که داده شده چیزی بیشتر از ایست یا که نه؟ اون چی که من به عنوان مثال میتونم عرض بکنم این است که ولایت سریپول اینا در درجه دوم یا در ناامنی متوسط گرفتن، در حالی که ما هر لحظه در تماس هستیم، همین لحظه ای که می طرف شما می آمدیم مسئول سالی کوهستان ها تماس داشتیم و جای دیگه، ولایت سریپول فعلا در از لحاظ تهدید امنیتی در درجه اول قرار داره و اینا در این آمار و ارقامی که دادن گفتن ای به درجه دوم است. از این فهمیده می شود که در بقیه ولایت هم اینا محاسبشان به همین شکل است و باوری می است که بیشتر از این که اینا آمار دادن وضعیت امنیتی در اکثر ولایت خیلی خوب نیست. در خصوص ناامنی های شمال فکر میکنین انتقال از این ناامنی ها یا که نه گسترش؟ شما ببینین این عوامل متعددی داره، این یک بخش از انتقال است و یک بخش از گسترش است، یک بخش دیگه از امو برخوردهای سلیقه‌ای منطقی و فرماندهان محلی است. اینا عوامل گوناگونی است که اینا دست به دست هم داده. ولایات شمال و شمال شرق ما و شما را که ولایات امن و بسیار باثبات و بسیار خوبی بود، مردم در یک فضای از امنیت به سر می‌بردن، امروز تبدیل به ناامن‌ترین منطقه شده. اینا عواملی هست که هم انتقال بوده، هم افزایش بوده، هم توسعه بوده، هم مباعث سلیقه‌هایی که در درون چیز اصلا در بین ارگان‌های و سکتور امنیتی ما شما اصلا هماهنگی وجود نداره، در بین فرمانده‌ها هماهنگی وجود نداره. من نمونه‌اش رو میگم، در سری پل در اونجا یک کندک از اردو است، یک مقداری از پلیس است و امنیت. اینا نسبت به هم دیگر هیچ گونه یک امنگی جدی و منسجم و درستی که واقعا بتوانند از حریم این خاک دی اون خاک دفاع بکنن نیستن، یعنی بسیار متشتت و بسیار پراکنده. اینا تاثیرات خود داره. در خصوص انتقال به شمال هم گفتن میتونه انتقال باشه، هم میتونه گسترش باشه برخورد سلیقه‌ای. در صورتی که گسترش باشه دیگه انتقال شما ببینید، بحث گسترش یک بحث درونی است که مخالفین و افراطیت در هر جایی سعی میکنه که یک نقطه ای را که اینا میتوانند به عنوان پناهگاه انتخاب بکنن یا بستری شورش از اینا باشه حرکت میکنه. این بخش توسعه نام نیست، بحث انتقالی است. من نمیفهم چگونه صدها نفر در فاریاب، جوزجان، سریپول از کجا انتقال یافتن؟ اینا بومی نیستن، اینا کسانی هستن که انتقال پیدا کردن، از جای دیگه انتقال پیدا کردن. عین چیز در قندوز، در بدخشان. یکی از دوستا این موثق نیست، یکی از دوستا میگفت که ما در از یک منطقه شب میه تیارای مخصوص میه و مخالفین بر میدار به شمال میبره. شما ببینین اینا بسیار نکات مهمی است از لحاظ امنیتی و بعد دولت ما سکتور امنیتی ما شما مخصوصا بخش امنیت متوجه باشه. وقتی یک بحثی عامه میشه در بین مردم، در بازار و در سر چوک گفته میشه، چگونه این استخبارات ما کنترل نمیکنه و کشف ما کنترل نمیکنه، ولی زو ما میبینیم که هم بی‌تفاوتی است، هم بحث انتقال است، هم بحث توسعه است، یعنی عناوین مختلفی در اینجا به نظر ما وجود داره. آقای جمشیدی، خب عوامل گفته شد، جنگ پاکستانی علیه طالبان در وزیرستان، تصفیهش و سرازیر شدن حراس افغانا از پاکستان، مشکلات درونی و ظهور داعش، یا همه نقش دارد ناامنی. خب در قسمت ناامنی های شمال هم میتونه هم گسترش ناامنی باشه، هم انتقال و هم سلیقه هایی که وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شما جناب آقای وکیل صاحب شریفی و بینندگان محترم تلویزیون. من هم تایید میکنم صحبت های جناب وکیل صاحب شریفی را، عواملی را که نو برشمردن. من میخوایم چند نکته را سر از موضوع اضافه بکنم که ما بارها گفتیم که جناب شریفی صاحب اشاره کردن یکی از عوامل مهمی که سبب شد نابسامانی را و دشمن هم که همیشه در کمین بود از این نابسامانی استفاده خوبی کردن، این عدم هماهنگی در درون حکومت وحدت ملی بود که این هماهنگی متاسفانه پس از 8 ماه هنوز به دست نیامده، هنوز خالیگاه های بسیار زیادی وجود داره، هنوز دیدگاه های بسیار متفاوتی در بین سران حکومت وحدت ملی وجود داره و ابراز نظرهای متفاوت و گوناگون در قبال مسائل امنیتی و کشوری و همچنین سیاست های خارجی میشه. موضوع دوم، عامل مهم دیگری که در ارتباط گسترش ناامنی ها در افغانستان و قوت یافتن مخالفین مسلح هست، متاسفانه همو برخورد رهبران حکومت وحدت ملی در جهت هماهنگی منطقه‌ای هست. ما حکومت ما، سران حکومت ما پاکستان را و عربستان سعودی را محور توجه خود قرار دادند. یک دفعه بسا با شتاب رفتیم طرف پاکستان، رفتیم با شتاب طرف عربستان سعودی، در حالی که بقیه قدرت های منطقه‌ای و همسایه ها را ما تا یک حد را نادیده گرفتیم، از نظر دور داشتیم. چه قدرت هایی را؟ شما ببینید هندوستان به نوع خود در به نوبه خود در جهت تأمین امنیت در افغانستان خیلی مؤثر هست و کشوری هست که افغانستان را در طول 13 سال گذشته حمایت کرده و اگر احیانا کاری بکنه که اونا حمایت بکنه مخالفین مسلح افغانستان را، اینه میتونه این کار را میتونه. موضوع دوم ایران هست. شما ایران کشوری قدرتمند منطقه‌ای و همسایه غربی ما و کشوری که با ما مرز خیلی طولانی داره و پس از پاکستان بیشترین مهاجرین افغانی در ایران جا به جا هست. میبینیم که رهبران حکومت وحدت ملی ایران را تا یک حد از محور توجه خود دور می‌داره و سفری که قرار بود در ایران شود بنا به دلایل مختلف چند بار به تأخیر افتاد و حالا هم درست ظاهرا مقامات دو طرف ابراز میکنه که روابط بین افغانستان و ایران خوب هست، اما به هیچ وجه خوب نیست، اونطوری که باید باشه نیست. روابط سرد هست و این هم میتونه که در ارتباط امنیت افغانستان تاثیر بسیار مستقیم داشته باشه. و از طرف دیگه با همین پاکستانی که در محور توجه رهبران حکومت وحدت ملی قرار داشت، میبینیم که برخوردها مقطعی صورت میگیره. یک زمان بسیار با سرعت میریم به پیش، باز در یک مقطع زمانی دیگه دلسرد میشیم، باز روی میریم به کشور هندوستان و دیگه و اینا، روابط سرد میکنیم. یک دقیقه باز هم دوباره پاکستانی ها یک روی خوش نشان میده، باز بدون توجه و مطالعه به اطراف و موضوعات گوناگون و اینا پس مراجعه میکنیم به پاکستان. باز وقتی که مورد ملامت افکار عمومی قرار میگیریم، باز یک دفعه همو چیز را که ایجاد کرده بودیم او را به دستان خود خراب میکنیم. دمی موضوع مشکل سیاست خارجی افغانستان با پاکستان است یا که نه مشکل پاکستان که سیاست دوگانه داره؟ نه اصلا پاکستان، ببینید چه پاکستان باشه، چه ایران باشه، چه هند باشه، چه کشورهای دور و نزدیک دیگه باشه، هر کس بر اساس منافع ملی خود حرکت میکنه. بناهن اون چه که مشکل هست از ناحیه خود ما هست. ما پیشتر گفتیم که عدم هماهنگی درونی در حکومت افغانستان میتونه همه این نابسامانی ها را سبب شوه. ما شما ببینید در تمام کشورهای دنیا سیاست خارجی کشورها بر اساس سیاست داخلی از اونا تنظیم میشه، در حالی که ما سیاست داخلی اصلا نداریم، اصلا او را درست نمی کنیم، اصلا یک دیدگاه واحد سیاسی در درون کشور به وجود نمیاریم، میریم دنبال مسائل اتخاذ سیاست های خارجی و خب وقتی که یک تصمیم را در ارتباط کشورهای خارجی میگیریم، سیاست خارجی خود میگیریم، میبینیم که در داخل کشور ابتدا از خود حکومت
ابراز نظرهای گوناگون میشه، یکی تایید میکنه یکی رد میکنه. اینا باعث میشه که ما نتونیم زمانی که پایداری در و یا یک دیدگاه واحد سیاسی در درون حکومت به وجود نیاید، سیاست گذاری های داخلی بر اساس نیازمندی های واقعی افغانستان نباشد، ما نمیتونیم اتخاذ سیاست های خارجی درست و مطابق با منافع ملی افغانستان داشته باشیم. ادامه برنامه پس از این وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدید آقای جمشیدی. هرچند نوبت از آقای بلخوبی است، ولی میخوایم یک پرسش دیگه هم از شما داشته باشیم در خصوص انتقال نامنی‌ها به شمال. آقای بلخوبی میگن که هم گسترش هست، هم انتقال و هم برخوردهای سلیقه‌ای. خب توضیح شما چی است؟ ما با انتقال که احیانا با همکاری حکومت بعضی ها میگن و یا با همکاری برخی از کشورهایی که در افغانستان فعلا همکاری داره با حکومت افغانستان، ما با این اصلا موافق نیستم. منتها با گسترش و با گسترش جنگ در ولایات شمالی افغانستان موافق هستم، اما عملکرد حکومت، عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی و نابسامانی هایی که در این عرصه با وجود آمد، اینا کمک کرد مخالفین مسلح از جمله گروه داعش و دولت اسلامی را که اینا با سرعت بیشتر و با یک زمینه مساعدتر اینا برن به ولایت های شمالی جا به جا شون و از اونجا موضع بگیرن و جنگ را شروع بکنن. اما با انتقال ما موافق نیستم، به این خاطر که خب هستن حلقه های مختلفی که با پخش این گونه گزارش ها امکان داره تلاش داشته باشه که همون اعتمادی که بین حکومت افغانستان و مردم هست و یا هم بین حکومت افغانستان و برخی از کشورهایی که در اینجا هستن امور خراب بکنه. به او خاطر ما با این مسئله خیلی موافق نیستم، چون ما این صحبت هایی که میشه اکثرا بر اساس گزارش های غیر موثق است. ما زمانی میتونیم که در این مسئله پی ببریم و یا همسر از تکیه بکنیم که یکی از منابع رسمی حکومتی ما این موضوع را تایید بکنه، در حالی که تا هنوز هیچ منبع رسمی حکومتی موضوع را تایید نکرده. ارزیابی شما است که دقت گسترش یافته نامی ها؟ من کاملا به این باور هستم که ناامنی ها چون با فشاری که در پاکستان بالای گروه های توریستی به وجود آمد و در عین زمان نابسامانی که در عرصه اداری و حکومتداری در افغانستان به وجود آمد، گروه های توریستی تلاش کردند که با استفاده از این نابسامانی که در افغانستان وجود داره اونا در واقع در افغانستان در بیشتر از نقاط افغانستان از جمله ولایت شمالی جا به جا شد. آقای بلخوبی، خب با انتقال موافق نیست و هم که گفته میشه گویا با همکاری حکومت و کشورهایی که در افغانستان هستند دقت گسترش است چون این چیزی و خبرهای از انتقال همکاری حکومت و کشورهایی که در داخل هست و گزارش موثق نیست و چیزی که شما گفتین هم سلیقه نقش داشته، برخورد سلیقه‌ای هم انتقال میتونه باشه هم گسترش، میشه توضیح بدین برخورد سلیقه‌ای از کی؟ بسیار مشخص و روشن است در قسمت توسعه و افزایش نامی در شمال به خاطر کشمکشی که در دوران انتخابات، بعد از انتخابات، در دوران حکومت وحدت ملی تا به امروز ادامه داشت، این خود یک عامل بسیار مؤثر در توسعه نامنی در شمال بود. یک موضوع دوم بحث سلیقه که مطرح، شما میبینید در بغلان، در قندوز، در بدخشان کاملا نامنی ها نقش سلیقه‌ای دارده اونجا، یک جمع موافقه یک جمع مخالفه، ولی تبدیل بکن این قماندان قبول ندار برخورد سلیقه‌ای است، بسیار مشخص است که فریاد از اینا در سر وزارت دفاع در درون حکومت و دولت. بله، در رابطه با بحث انتقال دلیلی که مدارم بسیار روشن است، آل نمیم کدام منبع، ولی وقتی که از پیش مسجد ادگاه اتوبوس ها نفر پر میشه و میره به شمال، در شمال گرفته میشه در مزار و تحقیق میکنن. اما وقتی که ما استجواب کردیم سکتور امنیتی ری بس مطلب بود 150 نفر در اونجا گرفتن، تحقیق کردن شما برای چی میین و عین چیز از راه ایراد بادغیس انتقال پیدا میکنه به میمنه و فاریاب. در اونجا نفرها وقتی گرفته میشه میگه ما برای کار تریاق آمدیم یا به خاطر شرکت ما را آورده در اینجا پول زیاد میتیم ما چند صد دلار
و افرادای بسیار دیگر رقم اینا. وقتی میگیم که انتقال اینا، اینا افراد انتقالی بودن. حالا کی، کدام منبع، کدام بخش، کدام استخبارات دستی از سطوری پنجمی دولت در این داخل بوده نبوده، اینش بریم دقیق نیست، ولی اینش بسیار عام و عام شمول بوده که شما در جریان هستین که از مسیر کابل به شمال، از مسیر ایراد به شمال، به میمنه، جوزجان، سریپول، افرادای ناشناس و بسیار کاملا بیگانه انتقال پیدا کردن و در اینجا جابجا شدن و این عامل شد که یک مرتبه بسیار یک ناامنی شدید و حملات شدید در صفات شمال به وجود بیه که سری فاریاب مصیبت آمد، سریپول آمد، جوزجان آمد، تا کوههای البرز و تا بخشی از بلخ شلگر اینا. اینا وقتی ما میگیم انتقال معناش ای است. حالا چی مورهایی در اینجا شناسایی شده، کی بوده، کلام دستی وجود داشته، ممکنه در اینجا مقداری روشن نباشه، ولی اصل این بحث بسیار روشن بوده. ما بر امی مناسبت سکتور امنیتی استجواب کردیم، اول به کمیسیون اختصاصی امنیت و دفاعی استجواب کردیم و بعدا در مجلس عمومی استجواب کردیم و اونا جواب مشخص ندادن، گفتن ما اینو تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم. این سر صدا از مزار برآمد، صد و چند نفر گرفتن و اونا مظنون شد، اونا تحت پیگرد قرار گرفت، بعد نتیجه از او چی شد من نمیفهم. ولی زا در افزایش نامی در شمال هم بحث سلیقه‌ای و برخوردهای تیمی و چیزام تاثیر داشته و هم بحث توسعه بوده در اثر کشمکش درونی حکومتی ما و هم بحث انتقالی که به این مبنا بوده. در مجموع اینا عواملی بوده که واقعا توانسته شمال به صحنه ناامنی تبدیل بکنه. و مضاف برای چیز دیگه ای که اضافه میکنم بحثی هست که اصلا چرا یهو در ولایت خراسان زمین اماره دولت اسلامی یعنی داعش میه و کل نیروی خود متمرکز میکنه در شمال و شمال شرق افغانستان تا خود را به او سمت دریا، دریای آمو برسانه. و بحثی است که کاملا ما میبینیم مرتبط به خاور میانه است، مرتبط به این است که کی داعش را تولید کرده و به عنوان یک ابزار از داعش به کوبیدن قدرت های شرقی و اختلاف انداختن در بین کشورهای اسلامی این بالاخره به وجود آورده. این بسیار یک تحلیل جهانی و مشخص است. سپاسگزار آقای جمشیدی. خب امی که نفرها پر میشه از پیش مسجد ایدگاه به شمال میره، اونچه که مهاجرین ناشناخته هم گفته میشه، خب به چی معنی؟ کاملا طبیعی است. ما پیشتر هم اشاره کردم و حالی هم میگم در ادامه صحبت های جناب آقای شریفی صاحب که خب این ما شخصا من خودم نمیتونم که به حساب انتقال بگیم، انتقالی که پلان شده از طرف مشخصا حکومت باشد، چون این واقعا اگر ما خب بای... اما اجازه بدیم طرف خب ما یک واقعیت است، ببینید یک واقعیت است. این گپا دمو زمان صورت گرفت. این چند دلیل میتونه باشه. اولا این که چون گروه داعش میبینید که با طالبا اختلاف پیدا کرده، یک امکان از این وجود داره که گروه داعش چون در ولایات جنوبی افغانستان بیشتر طالبا فعال هستند، زمینه را برای خود مساعد نمیبینه، بناهن توجه خود را متمرکز میکنه به ولایات شمالی افغانستان. چون نه داعش. چون در ولایات جنوبی طالبا بیشتر فعال هستند، داعش زمانی که میخواد یک جای پا باز بکنه، چون در ولایات جنوبی خو امکان داره که برخورد بکنه، چون حالا در ولایات شرقی افغانستان جنگ بین داعش و طالبا وجود داره، یکی امکانی وجود داره که داعش از همون ابتدا در نقطه‌ای میخواد جای پا باز بکنه که در اونجا گروه طالبا ضعیف باشه و میتونه که از اونجا سربازگیری خود را شروع کنه. و بدون شک پشت سر داعش خب هستن دست استخبارات منطقه‌ای، هستن امکان داره که استخبارات جهانی باشه و حتی کشورهای پولدار هستن که اینا را حمایت میکنن. این یک موضوع. موضوع دوم، این نفرایی که شما میگین از پیش از کابل، از جاهای از نقاط مختلف کابل یا از هرات از اینجا پر میشه به سمت شمال میره، ایست که باز هم من میگم فشاری که در وزیرستان شمالی در مناطق مختلف پاکستان بالای گروه های دهشت افغان چچنی و ازبکای ازبکستانی و کجا و کجا با وجود آمد، میشه که همین آدم ها سلاح های خود را انداخته باشه، آمده باشه در داخل افغانستان به شکل مسافر از نقاط مختلف کابل، اینا با هدف رفتن به ولایت شمالی افغانستان اینا از اینجا رفته باشه، که این موضوع تحت تعقیب نهادهای امنیتی افغانستان قرار گرفت و سرصدای در این راستا بلند شد. روی هم رفته من میخوام اینو بگم که
فقط نابسامانی که در درون حکومت بود و سکتگی که در اجراءات به وجود آمد در عرصه حکومت داری، سرپرست بودن وزارتخانه ها، سرپرست بودن والی ها و برخورد های سلیقه ای در قسمت گزینش ها، اینا همهش زمینه را مساعد ساخت برای حضور گروه داعش و همچنین طالبان در ولایت شمالی افغانستان. آقای جمشیدی، خصوصی که شما اشاره داشتید، نمی خصوص انتقال که رد میکنین، میگین که خب داعش جای میخواد فعال باشه و حضور پیدا بکنه که طالبان ضعیف باشه، به این معنا که با گفته شما که در شمال حضور طالبان کم بود نفوذشان، داعش یک از احتمالات هست، یعنی ناامنی های اخیر شمال عاملش داعش است. دقیقا، بیشتر در ولایات شمالی داعش فعال هستند و بیشتر گروه های تروریستی مثل حزب التحریر و حرکت اسلامی ازبکستان و اینا هستند و مخالفینی که از طرف چین هستند و گروه های اینا در ولایات شمالی بیشتر فعال هستند. این گروه ها خب از سالهای پیش که در وزیرستان شمالی مستقر بودند، اینا هدف اصلیشون ای بود که یک روز زمینه مساعد شوه، اینا برن به کشورهای خود بجنگه و کشورها او حکومتهایی که در کشورهای خودشان هستن اونا رو ساخت بسازه و حکومتهای مطابق میل خود و مطابق برداشتهای خود اینا در اونجا فعال بسازه. خب زمانی که فشار میاید، حکومت پاکستان تصمیم میگیره که حتی همه گروه ها را که دائم حمایت میکرده اینا را از پاکستان بیرون بسازه، اینا خب به دنبال یک جای پای هستن، میان در شمال افغانستان جا میگیره و این زمینه را برای اونا مساعد میسازه که اینا از اینجا حملات سازماندهی بکنه در داخل خاک کشورهای خودشون مثل ازبکستان، تاجیکستان و احیانا کشورهای دیگه. یعنی کوتاهی که ارزیابی شما است که ناامنی های اخیر شمال بیشتر کار غیر طالبه ها مثل حزب تحریر و گروه های دشتفن دیگه غیر طالب است. چون دقیقا، چون بیشتر به باور ما داعش ها و گروه های تروریستی که از آسیای میانه در اینجا فعال شده بیشتر مربوط از نام شده و در این اواخر طالب ها هم در یک حالت دست و پاچگی با رقابت با گروه داعش، اینا هم در صدد عزیز هستم که در ولایت شمالی حضور بیشتر داشته باشه. آقای برخوبی، واقعا خطر داعش جدی شده. خب ارزیابی شما چی است؟ و این که خب چیزی که آقای جمشیدی اشاره میکنن، ناامنی های شمال بیشتر کار داعش است و گروه های عراس افغان دیگه که میخوان جای او فعال باشن که نفوذ طالبان او کم باشه، حضور طالبان کم باشه، از همین خاطر هم به شمال میرن. ناامنی های شمال سه تا عامل دارن. یکی قبلا در اونجا طالبان حضور داشت، اما آقای جمشیدی میگن که خب در شمال از اونجایی که حضور طالبان کم بوده، نفوذ طالبان کم بوده، داعش توجه شمال است. من میخوام که همین توضیح بدم. بله. در فاریاب، در سریپول، در جوزجان، در قندوز، در تخار، در بدخشان ما شما شاهد بودیم که از یک سال، از دو سال پیش اونجا لانهایی به نام مخالفین دولت یعنی طالب وجود داشت و در این اواخر داعش در شرق کشور، در غرب کشور، در جنوب و جنوب غرب کشور حضور خوب داشتن، اعمال جبهه دارن، با طالب می جنگن، با دولت می جنگن، ولی در شمال داعش فعلا در جمعی طالب حضور داره، یعنی هنوز اینا مستقل نیستن، یعنی در حال دعوتگری، سربازگیری، ترمیم است. از طرف دیگه خب اختلاف دارن، خب گزارش های از درگیری اختلاف ندارن، در شمال اختلاف ندارن. میخوام اجازه بدین من توضیح بدم. چون طالب ها سه دسته شدن، یکی ده طالبی که رفتن به داعش تسلیم شدن، با اون بخشی از طالب اینا موافق هستن، درگیری ندارن. یک جمعی از طالب طرفداری صلح هستن که از هر جای آدرسی آهنگی برمیدارن که ما طرفداری صلح هستیم تا بحث سیاسی را مطرح کنن، بیان در مشارکت قدرت و بالاخره یک امتیازی بگیرن. دو، یک بخشی از طالب مخالفی داعش هسته و استاد هسته که شما نمونش میبینید که در سه نقطه افغانستان فعلا داعش با طالب جنگ داره. در شمال شما میبینید فعلا سفارایی یا تقابلی بین داعش و طالب وجود ندارد. مثلا در سریپول یا در فاریاب اینجا
عربایی که آمده، کسایی که آمده، چچنیا یا ازبکایی که آمده، فعلا در اونجا بله دعوتگری داره، آموزش داره، ولی فعلا یک جبه واحد هستند. همالی که ما با شما صحبت میکنیم یک جبه واحد هستند، ولی اینا تلاش دارن که آیسه آیسه پوشش بدن و امی جبهه را 100% تغییر بدن به نام داعش. ای احتمال هست، ولی در شمال سه تا عامل هست. پس عامل اصلی طالب هست، عامل دیگه اما تو گفتم که بسای سلقی و سمتی و فلان و بهمان و تنبازی هایی که هسته میخوان سوی استفاده کنن، و بحث سوم مضاف برازی فشاری داعش هست که اما تو رو هست کردیم تحلیل کلی که داعش میخواید در شمال شمال شرق باشه، از اینجا که عقب و پایگاه جور بکنه تا نفوذ بر کشورهای آسیای میانه. خب دقیقا این اختلاف نهایتش بین طالب داعش انکار ناپذیر است دیگه، ما نمیتونیم تصور بکنیم که بین اون دست طالبی که مخالف داعش، ما گفتم که ما سه تقسیم کردیم، سه کاتگوری کردیم. یک بخش از طالبا رسما اعلان کردن رفتن تسلیم شدن، و نماینده داعش فعلا در افغانستان حافظ چی میگونه خادم که چی شد، او نماینده داعش است. اون حافظ چی دیگه پاکستان، طالبی پاکستانی فعلا نماینده و بالاخره والی داعش در خراسان زمین است. ولی زو یک ایده بخش بزرگی از طالبا رفتن جذب شدن، یعنی به داعش نیروی داعش شدن، سرباز داعش شدن، فعلا اونا هستن به نام داعش. یک ایده دیگه هم در صدد صلح و مذاکره هستن، و یک ایده سوم ماندن که بلی مخالف هستن. در نهایت در شمال بلی داعش فعالیت بیشتر میکنه تا اینکه در مجموع بتوانه جبهاتی که در شمال و شمال شرق دارن فردا و بیرق سفید پایین شوه و بیرق سیاه بالا شوه. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از این وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدید آقای جمشیدی. در خصوص داعش، خب خبرهای از اختلاف بین طالبا و داعش داریم. اختلاف بین این دو گروه ناممکن است، یعنی اختلاف حتمی می آید. بعضی به باور هستند که سیاست داعش به گونه است که یا طالب بانه که بجنگه با داعش، یا که هم داعش شوه. بله، به نظر می رسد که کشورهای منطقه‌ای، ما بحث ما بیشتر سر حضور داعش در افغانستان و منطقه هست. خب ماهیت داعش در کشورهای عربی و خاورمیانه مشخص و واضح است، اما در افغانستان و منطقه ایتو به نظر میرسه که برخی از کشورهای منطقه‌ای و استخبارات منطقه‌ای که قبلنا داعش را به یک ببخشن گروه های طالب را به یک نحوه حمایت میکردن، اینا با یک تغییری جهت فعلا طالبا را به یک نحوه میخواه وادار بسازه که با گروه داعش دست را یکی بکنه. و خب او کشورهای منطقه‌ای است یا نه فرامنطقه‌ای؟ امکان داره. آقای بلخوبی میگه که بیشتر فرامنطقه‌ای هم میتونه نقش داشته. بیشتر ما متوجه کشورهای منطقه‌ای است صحبتیم، و احتمالاً که کشورهای فرامنطقه‌ای هم در این موضوع نقش دارن. اما برخی از استخبارات منطقه‌ای و کشورهای منطقه‌ای به خاطر جلوگیری از گروه داعش احتمال داره که حمایت بکنه گروه طالبا را در مقابل گروه داعش. متاسفانه همه از اینا برمیگرده به ضعف حکومت افغانستان. زمانی که ما در افغانستان اختلاف به نفع حکومت افغانستان نیست مگر؟ اجازه بدن شما، این واقعا جای شرم است که ما در یک کشوری، ما خود صاحب از کشور قلمداد بکنیم، حکومت داشته باشیم، اردوی ملی داشته باشیم، پلیس داشته باشیم، اما در کشور ما استخبارات منطقه‌ای بین خود رقابت بکنه، یکش داعش را حمایت بکنه و یکش طالب را، و در کشور ما، در خاک ما، در جغرافیای ما جنگ بکنه و قربانی را مردم مظلوم افغانستان. خب واقعاً است آقای بلخابی، آقای جمشیدی، خوب چنین چیزی جریان داشت از گذشته ها و هم جریان داره. متاسفانه ما با این واقعیت تلخ روبرو هستیم، ولی شرایط امنیتی در زمان حال بدتر از هر زمان دیگر است. ایجاب میکنه که رهبران حکومت وحدت ملی یک مقدار از خواب غفلت بیدار شد
و وضعیت را به شدت مطالعه بکنه و یک تصمیم جدی را بگیره. اگر حکومت وحدت ملی زودتر دست به کار نشود، ما در آینده های نزدیک احتمال داره که شاهد ازی باشیم که گروه های مخالف مسلح بیشتر پیشروی بکنه و جغرافی های بیشتر را از چنگ حکومتی ها در افغانستان بگیره. ولی ما خودم باورمند هستم که اگر همین رهبران حکومت وحدت ملی یک سیاست واحد را اتخاذ بکنه و یک تصمیم واحد با یک اراده قوی از نیروهای مسلح افغانستان حمایت بکنه، نیروهای افغانستان توانایی از را داره که با داعش و با گروه طالب مقابله کنه. منتها همه ناکامی ها و شکست هایی که امروز نیروهای مسلح افغانستان متوجه میشه، این برمیگرده به امو عدم اراده قوی به سیاسیون افغانستان و عدم یک تصمیمات اتخاذ تصمیمات سیاسی واحد در جهت مبارزه با گروه داعش، طالب و هر گروهی دهشت افکنی دیگر. بله، در خصوص گفته های آقای بلخوابی که داعش در جنوب شرق حضور فعال داره، از گذشته هم که خب حضورش فعال بوده و چند بخش از طالبا، چند دسته طرفدار سال مخالف داعش و وای هم که در صدد پیوستن به داعش هستن، خب تلاش های سال هرچند غیر رسمی، فکر میکنین نتیجه میته که با او بخشی از طالبایی که طرفدار سال هستن؟ خب مطمئنن قرار معلوم ظاهرا که طرف سال هم دیگه طالبایی چیست؟ طرفدار سال. این تلاش ها نتیجه میده؟ خیر. در ارتباط همه که داعش در ولایت شمالی بیشتر فعلا با مشکل طالب زیاد مواجه نیست، بازم من سر گپ قبلی خود تاکید میکنم که داعش ولایات شمالی را بیشتر نشانه گرفتن، یعنی در اونجا زمینه رشد خود را بیشتر دانستن، اما در ولایات شمالی که در ولایات جنوبی و جنوب شرق که فعلا در حال جنگ هستند، باز هم داعش به دعوتگری خود از طالبا همچنان ادامه میده. اما پروسه صلح را که شما از او یاد کردین، من هنوز با دیدی تردید میبینم در این پروسه صلح، به خاطر از اینکه پروسه صلح از جانب افغانستان با یک دیدی واحد به پیش برده نمیشه و پیشرفت هایی هم که اعلان میشه برای مردم، این توسط هم نیست که گروه های پراگنده از آدرس حکومت افغانستان میره با گروه های پراگنده و مجهول الهویه از طرف طالبا اینا مذاکره میکنه. ولی یک راه امیدواری ای هست که قبلنا گروه طالبا هیچ وقت حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نبود، حالا حداقل رسما تایید کرده که ما با حکومت افغانستان حاضر هستیم سر میز مذاکره بشینیم و صحبت بکنیم. بله آقای جمشید، خیلی کوتاه اشاره بکنین. خب با این وضعیت، ظهور داعش، ناامنی های بی سابقه، اما راه حل چی باشه؟ چی کار شود که ناامنی ها از این شدت و حدتش بانه؟ ما یک بار دیگر میگم که استخبارات منطقه‌ای هم بر اساس منافع ملی خود کارهای خود را انجام میده. اونا نهایت تلاش میکنه که از گروه های دهشت افکن استفاده وسیله داشته باشه و این گروه های مخالف مسلح، این گروه های دهشت افکن هم هدفش بجوز از کشتار مردم، بجوز از ادامه جنگ چیز دیگری نیست. پس تنها راه حلی که میتونه وجود داشته باشه است که حکومت وحدت ملی اختلافات درونی را برطرف بکنه با یک تصمیم واحد، با یک اداره، با یک اراده قوی سیاسی در دو مساف، در دو جهت با گروه های مخالف مسلح اینا برخورد بکنه، یکی پروسه صلح و یکی رویارویی قوی با گروه های مخالف در میدان های نبرد، و از طرف دیگر در پالوی ازی باید ایجاد حکومت داری خوب را، حکومت وحدت ملی روی دست داشته باشه. اینا مسائل هست که میتونه ما را کمک بکنه، افزایش قدرت ملی ما میتونه که بر ما کمک بکنه. ما تا زمانی امی در یک جمله ما بخوایم نتیجه گیری بکنیم، تا زمانی که ما ضعیف باشیم، تا زمانی که ما توانایی حراست از کشور خود را خود ما پیدا نکنیم، به دست نگیریم، تا او زمان ما چشم برای آمریکا باشیم هم نفع به ما نمیکنه که اونا بیان امنیت را برای ما تامین کنه، و با پاکستان چشم بدوزیم هم نمیشه. ما زمانی میتونیم
که از موضوع قدرت گپ بزنیم و صلح را در افغانستان امیدوار باشیم که قدرت ملی ما افزایش پیدا بکنه، قدرت اقتصادی ما افزایش پیدا بکنه و ما بتانیم از این مجراها خود ما توانایی از را داشته باشیم که از مرزهای خود حفاظت بکنیم و گروه های توریستی را در داخل افغانستان ما سرکوب بکنیم. او زمان ما میتانیم امیدوار باشیم که ما به یک صلح پایدار میرسیم. تا زمانی که ما ضعیف باشیم، تا زمانی که ما وابسته اقتصاد ما وابسته به کمک‌های خارجی باشه، تا زمانی که هرج و مرج در درون حکومت در بین رهبران حکومت ما وجود داشته باشه، ما نباید شاهدی ازی باشیم که ما در آینده نزدیک صلح برای افغانستان به وجود بیاد. آقای بلخوبی، خب با این همه ناامنی‌های بی سابقه، ظهور داعش، دست استخبارات منطقه و فرامنطقه، قربانیش مردم افغانستان، راه حل چی باشه؟ متاسفانه دو تا راه حل اساسی وجود داره که افغانستان توجه نکرده. یکی سیاست خارجی دولت، یکی سیاست داخلی. در سیاست خارجی بعد رهبران حکومت وحدت ملی بسیار باید دیپلماسی قوی، مهارت بسیار ظریف و دقیق بتوانند در چانه زنی های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای، بین‌المللی در سطح منطقه اینا بتوانند که واقعا منافع کشور در نظر گرفته و بتوانند کشورها را امسو بکنند تا اونا متقاعد شود برای که در امر مبارزه با تروریست افراطیت در منطقه با ما یک همکاری خوب صادقانه و جدی باشد. چیزی که تا 13 سال امداری نشد در سیاست خارجی و در سیاست داخلی همونطوری که آقای جمشیدی فرمودند واقعا مدیریت شوه، منسجم باشه، نظم باشه، دیسپلین باشه، حمایت شوه، قاطعیت وجود داشته باشه، از سکتورهای امنیتی حمایت شوه، از سرباز کشور حمایت شوه، واقعا بحثای سلیقه‌ای با صلح و با مصالحه و با مخالفین اینا کنار زده شوه و به عنوان یک اقتدار ملی رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم بگیرن و کمر خود را بسته بکنن با همه این نظام تا بتوانن حاکمیت ملی و این سرزمین حفظ بکنن. در غیر این دو صورت ما روز به روز به طرف تضعیف شدن، ناتوان بودن، به طرف یکی وجب وجب از خاک ما به دست دیگران تسلیم بکنیم دیگه نتیجه نداره. سپاسگزار از آقایان محمد حسن شریفی بلخوابی عضو مجلس نمایندگان و علی اکبر جمشیدی سناتور پیشین. سپاسگزار از شما و سپاسگزار از شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.